قرآن مراجعه به عترت بکنیم. گرچه در جلسات گذشته گفتیم که بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل أئمتنا حماة لدينه وهداة لعباده وحججا على خلقه والصلاة والسلام على أمين وحيه وخاتم رسله سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین الهداة المهدیین الذين من تمسك بهم نجا ومن تخلف عنهم هلك السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث وَيَمْلَأَ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَبْرًا اللهم الْغَنِ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلِكَ اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا تقدیم باستان مقدس ولی عصر امام الزمان سلام الله علیه صلوات مراتب سخن پیرامون ویژگی های ماه مبارک رمضان بود که عرض کردیم یکی از خصوصیات این ماه با عظمت این است که قرآن در این ماه بر پیغمبر اکرم نازل شد و در جلسات گذشته به ابعادی از اعجاز قرآن اشاره کردیم و اون چه که در این باب بگوییم باز هم کم است و در یک کلام باید گفت قلم و بیان از وصف این کتاب آسمانی عاجز است. اما نکته‌ای که پیرامون قرآن باید عرض کنم که خیلی مهمه اینه که این قرآن به تنهایی هادی نیست، بلکه باید در کنار این قرآن عترت باشه. چرا؟ چون که نبی اکرم علیه و علی آله الصلاة و السلام به ما فرمودن که برای فهم این قرآن مراجعه به عترت بکنیم. گرچه در جلسات گذشته گفتیم که همه چیز در این قرآن بیان شده است
و خود خدا هم در قرآن خطاب به پیغمبر اکرم می‌فرماید و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. ای پیغمبر، ما همه چیز رو در این قرآن بیان کرده ایم، ولی در این حال این نکته را باید تذکر داد که اون چه که در قرآن آمده است به طور کلی و تلگرافیه و جزئیات مسائل در قرآن نیامده است. به عنوان نمونه، خدا در قرآن می‌فرماید و اقیم الصلاة، نماز بخوانید، اما کجا داره که نماز صبح 2 رکعت است، نماز ظهر 4 رکعت است، نماز عصر 4 رکعت است، نماز مغرب 3 رکعت است، نماز عشا 4 رکعت است. این جزئیات در قرآن نیامده است. پس بنابراین مطالب قرآن به طور کلی و تلگرافی بیان شده است و برای فهم جزئیات قرآن باید مراجعه کرد به عترت پیغمبر. چرا؟ چون خاتم انبیا محمد مصطفی در اون حدیثی که در اصطلاح محدثین معروف است به حدیث ثقلین، که در حدود 500 نفر از روات و محدثین اهل سنت این حدیث رو نقل کردن، که بنده اسامی اونها را در کتاب سوالات ما آوردم. نبی اکرم در این حدیث می‌فرماید انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی مردم، من از میان شما می‌روم و 2 شیء گرانبها به رسم امانت در بین شما می‌گذارم، یکی کتاب خدا و دیگری عترت. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، این دوتا از هم جدا نمیشن تا این که در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. اما از اونجایی که دشمنان از روز اول مقابل اسلام و اهل بیت ایستادن، در این راستا اومدن جعل حدیث کردن و یه حدیثی رو در این رابطه جعل کردن و نسبت دادن به پیغمبر، که رسول خدا فرموده انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و سنتی. لفظ عترت رو از این روایت حذف کردن و به جاش لفظ سنتی را در این روایت آوردن، در صورتی که خود رجالیون اهل سنت معترفن به این که راوی این روایت غیر موثق ثقه نبوده است. پس بنابراین این روایت از درجه اعتبار ساقطه. حالا سلمنا این روایت درست، حالا عرض من اینه، پس باید در کنار این قرآن یه سنتی باشد. پس این که عمر آمد گفت حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما را بس، از این حرف غلطه. چه ما اون حدیث رو بپذیریم چه این حدیث رو، در اون حدیث که پیغمبر فرموده کتاب الله و عترتی، در این حدیثی هم که شما اختراع کردید داره کتاب الله و سنتی، در هر دو صورت این دو حدیث بیانگر این است که در کنار قرآن باید یه چیزی باشه. پس این حرف عمر غلط است که گفته حسبنا کتاب الله. حالا قطب الدین شیرازی یکی از علما و بزرگان اهل سنت، کتابی دارد به نام کشف القیوب،
در این کتاب آمده از عمر ابن الخطاب انتقاد کرده، میگه عمر چرا کنار بستر پیغمبر گفت حسبنا کتاب الله؟ این مطلب مثل این است که یک کسی بیاد بگوید که کتاب طبی در اختیار ماست، ما نیازی به طبیب نداریم. این حرف چقدر غلط و وقیحانه است. درسته که کتابهای طبی در اختیار ماست، اما ما نمیتونیم بدون مراجعه به طبیب سر از کتابهای طبی در بیاریم. باید مراجعه کرد به طبیب. حالا قرآن هم همینطوره، ما نمیتونیم همینجوری سر از قرآن در بیاریم. باید مراجعه کرد به کسانی که عالم به این قرآن هستند و اونها خاندان رسالت و عترت خاتم انبیا و محمد مصطفی. لذا خداوند در قرآن می‌فرماید فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این آیه بالاترین دلیل است بر بطلان این حرف که یه عده مثل عمر میگن حسبنا کتاب الله. اگر کتاب خدا قرآن ما را بس است، چرا خدا در این آیه میگه مراجعه به اهل ذکر بکنی؟ اگر سوالی دارید، اگر در مسئله درمانده شدید، مراجعه به اهل ذکر بکنید. پس معلوم میشه همه چی در این قرآن بیان نشده به طور مفصل، جزئیات نیامده، باید مراجعه به اهل ذکر کرد. حالا عجیب اینه که خود اهل سنت میگوین مراد از اهل ذکر خاندان محمد و آل محمد. پس باید مراجعه کرد به عترت. قرآن به تنهایی کافی نیست و هر کس تحت هر عنوانی شعار جدایی قرآن از عترت را بدهد، این حرف باطله. این شعار بسیار خطرناکی است که از روز اول عمر ابن الخطاب کنار بستر پیغمبر سر داد و گفت حسبنا کتاب الله. قرآن باشه، عترت نباشه. حالا سوالی که ما از اهل سنت داریم اینه، آقا این حرف عمر درست است یا غلطه؟ اگر درسته و قرآن ما را بس است، پس اون چه علمای شما کتاب نوشتن همه رو باید ریخت تو دریا. صحاح سته دیگه چیه؟ صحیح بخاری دیگه چیه؟ صحیح مسلم دیگه چیه؟ سنن نسائی و ترمذی و ابن ماجه دیگه چیه؟ همه رو باید ریخت تو دریا. مضافم بر این که چرا علمای شما این همه تفسیر بر قرآن نوشتن؟ وقتی عمر داره میگه قرآن ما را بس است، این قرآن دیگه این همه تفسیر نمیخواد. اون چه علمای شما تفسیر بر قرآن نوشتن، همه رو باید ریخت تو دریا. و اگر این حرف عمر غلط است که غلطه، پس در کنار قرآن چه چیز باید باشه؟ همون چیزی که پیغمبر در حدیث ثقلن بهش اشاره کرده و اون عترت خاندان محمد. لذا در زیارت جامعه کبیره در وصف خاندان رسالت چنین آمده که میخوانید و شرکاء القرآن، اهل بیت شریک قرآن هستند. باید در کنار قرآن عترت باشه. حالا مرحوم آیت الله عظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه یه بیان بسیار جالبی راجع به حدیث ثقلین داره.
فرماید بر فرض ما حرف اهل سنت رو بپذیریم که میگوین حدیث قدیر هیچ دلالتی بر خلافت و جانشینی امیر مؤمنان سلام الله علیه نداره. اما اهل سنت باید ملتزم به دلالت حدیث ثقلین بشن. رسول خدا صریحا در این حدیث میفرماید مردم در کنار این قرآن باید اطلاعات باشه، باید پیروی از اطلاعات من بکنید. پس چرا شما بعد از پیغمبر سراغ ابوبکر و عمر و عثمان رفتید؟ چرا در احکام و مسائل فقهی تبعیت از ائمه اربعه میکنید؟ حنبلی و مالکی و شافعی و حنفی. حالا عجیب اینه که این ائمه اربعه اهل سنت با واسطه یا بی واسطه همه از شاگردان امام صادق هم. ابو حنیفه می گفت لولا سنتان لهلک النعمان، اگر نبود اون دو سالی که من نزد امام صادق درس خونده بودم هر آینه هلاک شده بودم. وقتی ابو حنیفه کارش به جایی برسه بیاد در مقابل امام صادق علیه السلام دکه درس درست کند، فتوا رو فتوای امام صادق بده، بگه من نمیدونم امام صادق در سجده نماز چشماشو میبنده یا باز نگه میداره، برای اینکه در این فتوا هم مخالفت با امام صادق کرده باشم به پیروانم دستور میدم در سجده نماز یه چشمشونو ببندن یه چشم رو هم باز نگه دارن. عداوت رو ببین که متاسفانه بیشتر اهل سنت امروز پیرو این ابو حنیفه هستن، یعنی پیرو کسی هستن که میگن منی پاکه. ابو حنیفه میگوید با مویز که نوعی شراب است میشه وضو گرفت. ابو حنیفه میگوید اگر پوست سگ رو دب باقی کنن با اون پوست لباس درست کنن میشه با اون لباس نماز خوان. ابو حنیفه میگوید اگر کسی وضو گرفت 10 ساعت هم خوابید خواب موجب بطلان وضوی او نخواهد شد. ابو حنیفه میگوید اگر کسی با زنی ازدواج کرد اصلا با این زن تماس جنسی نگرفت رفت مسافرت، بعد 3-4 سال از سفر اگر برگشت و دید همسرش صاحب فرزندی شده این فرزند مال این آقاست، آقا تو داری میگی این آقا وقتی با این زن ازدواج کرد ابدا تماس جنسی نگرفت رفت مسافرت، بعد 7 سال برگشته چطور میگی این بچه مال این آقاست؟ اوف بر این مذهبی که این گونه دارن با آبروی اسلام بازی میکنن. اسمن اسلام 180 درجه مغایرت با اسلام داره. ابو حنیفه میگوید ما ولد فل اسلام اشعم من ابی حنیفه. شافعی میگوید ما ولد فل اسلام اشعم من ابی حنیفه، مولودی شومتر از ابو حنیفه به دنیا نیومده. غزالی سنی کتابی داره به نام المنخول فی علم الاصول، در این کتاب می نویسد ابو حنیفه اساس اسلام رو دگرگون کرد و شریعت پیغمبر رو واجگون کرد. خب این ابو حنیفه با این خصوصیاتی که عرض کردم آمده مقابل امام صادق علیه السلام دکه باز کرده، مقابل امام صادق جبهه گرفته. حالا که بحث به اینجا رسید جا داره که من مناظره‌ای که بین امام صادق علیه السلام و ابو حنیفه صورت گرفته است رو عرض کنم که این مناظره در بردارنده نکات بسیار مهمیه و آن این که ابو حنیفه در مدینه وارد بر امام صادق علیه السلام شد.
حضرت ازش پرسید تو که هستی؟ گفت یبن رسول الله من ابو حنیفه هستم. امام صادق فرمود تو همون کسی هستی که برای اهل عراق فتوا میدی؟ بله یبن رسول الله. حضرت فرمود بر چه اساسی فتوا میدهی؟ گفت بر اساس کتاب خدا. امام صادق علیه السلام فرمودن آیا تو آشنا به ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، ظاهر و باطن قرآن هستی؟ بله یبن رسول الله. امام صادق فرمود اگر تو عالم به قرآن هستی این آیه رو برای من تفسیر کن. این آیه چی میخواد بگه؟ خدا میفرماید و من دخله کان آمنا. مراد از آمنا در این آیه شریفه یعنی چه؟ ابو حنیفه گفت مراد از آمنا در اینجا خانه کعبه است. امام صادق علیه السلام فرمود اگر خانه کعبه موجب امن و امان است چرا موجب امن و امان عبدالله ابن زبیر نشد؟ عبدالله ابن زبیر رو در همین خانه کعبه کشتن. ابو حنیفه گفت یبن رسول الله پس مراد از آمنا در این آیه چیه؟ فرمود مراد ولایت ما اهل بیته. لذا در اون حدیثی که منتهی میشه به خدا، حدیث حدیث قدسیه که خداوند میفرماید ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. ولایت امیر مؤمنان یه دج محکمیه، هر کس وارد این دج شد ایمن از عذابه. حضرت فرمودن ابو حنیفه اگر تو آشنای به قرآن هستی اون آیه رو که نتونستی درست جواب بدی، اقلا این آیه رو برای من تفسیر کن. خداوند میفرماید ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. این چه نعمتیه که خدا در قیامت از اون سوال میکنه؟ ابو حنیفه اشاره کرد به نعمتهای ظاهری. نعمت‌های ظاهری چیه؟ که خدا فردای قیامت سوال میکنه چند کیلو برنج خوردی؟ چند کیلو گوش خوردی؟ چند کیلو میوه خوردی؟ چند لیتر آب خوردی؟ از اینجور چیزا سوال میکنه. حضرت فرمودن اگر تو مهمان کسی بشی و صاحب خانه از تو پذیرایی کند، طعام بیاره، غذا بیاره، میوه بیاره، دوغ بیاره، شربت بیاره، بعد هم موقع رفتن بر تو منت بگذاره، بگه من بودم که به تو چلو کباب برگ دادم، شربت دادم، میوه دادم، نمیگی این آدم چقدر بخیل و لعیمه، یه پذیرایی از ما کرده، حالا هی به روح ما میکشه. ابو حنیفه گفت چرا؟ حضرت فرمود اگر اینه پس چرا داری چنین کار ناپسندی رو به خدا نسبت میدی؟ ابو حنیفه گفت یبن رسول الله پس مراد از این نعمتی که خدا قیامت از اون نعمت سوال میکنه چی؟ حضرت فرمود نعمت ولایت ما اهل بیته. خلاصه امام صادق علیه السلام اونچنان عرصه رو بر ابو حنیفه تنگ کرد که ابو حنیفه همونجا اقرار کرد آقا من چیزی از قرآن بلد نیستم. حضرت فرمود ابو حنیفه پس تو چجوری فتوا میدی؟ گفت من بر اساس قیاس و استحسان فتوا میدم. فقهای شیعه میگن ملاک در استنباط احکام چهار چیزه: کتاب، سنت، عقل، اجماع. اهل سنت سه چیز دیگر رو هم اضافه کردن: قیاس، استحسان، مصالح مرسله. حالا ابو حنیفه میگه یبن رسول الله من بر اساس قیاس استحسان فتوا میدم.
حکم میکنم. حضرت فرمود ابو حنیفه از قیاس در دین بپرهیز. اول من قاس ابلیس، اول کسی که قیاس در دین کرد شیطان بود. خدا آدم رو خلق کرده، ملائکه بر آدم سجده کنید، همه سجده کردن، شیطان سجده نکرد. چرا سجده نمی کنی شیطان؟ قیاس کرد، گفت خلق تنی من نار و خلق تهو من تین، تو منو از آتش خلق کردی، او رو از گل و خاک. خاک کجا به شرافت آتش میرسه؟ لذا سجده نکرد. امام صادق فرمود اول کسی که در دین قیاس کرده شیطان بوده. بعد حضرت صادق فرمود جد ما رسول خدا فرموده کسی که در دین قیاس کنه قیامت با شیطان محشور خواهد شد. الدین اذا قیست محقت، دین وقتی مورد قیاس قرار گرفت نابود خواهد شد. بعد امام صادق علیه السلام برای اینکه به ابو حنیفه بفهماند قیاس در دین باطل است، فرمود ابو حنیفه در نظر تو گناه قتل بالاتر است یا گناه زنا؟ ابو حنیفه گفت گناه قتل بالاتر از زنا است. امام صادق فرمود اگر اینه که تو میگی، پس چرا در قتل دو نفر باید بیان شهادت بدن، اما در زنا چهار نفر باید بیان شهادت بدن؟ در صورتی که اگر به قیاسی باشه که تو میگی، باید قضیه به عکس باشه. در قتل که گناه بالاتری چهار نفر بیان شهادت بدن، در زنا دو نفر. چرا؟ ابو حنیفه نتونست جواب بده. امام صادق علیه السلام فرمود دلیلش اینه، در زنا دو نفر باید حد بخورن، زانی و زانیه، لذا از بابت هر نفر دو نفر شاهد لازم داره. اما در قتل یه نفر باید قصاص بشه، بابت همون یه نفرم دو تا شاهد بسه. مطلب دیگر، امام صادق فرمود آبروی دو طایفه در زنا در خطره. اگر بنا باشه که زنا به این آسونی ها ثابت بشه، آبروی مردم به مخاطره خواهد افتاد. لذا اسلام برای ثبوت زنا شرایط سختی قرار داده. لذا برای اینکه آبروی مؤمنین به این راحتی ها به مخاطره نیفتد، اسلام شرایط سختی رو برای ثبوت زنا قرار داده است. بعد امام صادق علیه السلام برای اینکه به ابو حنیفه باز بفهماند قیاس در دین باطل است، فرمود ابو حنیفه به من بگو ببینم که آیا نماز مهمتر است یا روزه؟ ابو حنیفه گفت یا ابن رسول الله، نماز مهمتر از روزه است. امام صادق فرمود اگر نماز مهمتر از روزه است، چرا زن بعد از پاک شدن از ایام عادت ماهیانه روزه هایی که نگرفته است رو باید بگیره، اما نمازهایی که نخونده است رو نباید قضا کنه؟ اگر به قیاسی است که تو داری میگی، باید قضیه به عکس باشه، نمازی که مهمتر است رو قضا کند، روزه ها رو نگیره، اما برعکسه، نمازها را نباید بخواند، روزه رو باید بگیره. چرا؟ ابو حنیفه نتونست جواب بده. امام صادق علیه السلام فرمودن سرش اینه، روزه در عرض سال یک بار واجب میشه، اما نماز پنج وقت باید خونده بشه. اگر بنا باشه زن وقتی از ایام عادت ماهیانه پاک میشه، هم نمازهای خودشو بخونه، هم نمازهای قضا را، از کار خونه میمونه، از امر شوهرداری میماند. لذا برای اینکه این زن دچار عسر و حرج نشود، لذا اسلام میفرماید که
روزاهایی که نگرفته باید بگیرد، نمازهایی که نخونده لازم نیست بخونی. بعد امام صادق برای اینکه باز به ابو حنیفه بفهماند قیاس در دین باطله، فرمود ابو حنیفه به نظر تو بول نجستر است یا منی؟ ابو حنیفه گفت بول نجستر از منیه. حضرت فرمود اگر بول نجستر از منیه، چرا در خروج منی باید همه بدن شسته شود و به اصطلاح ما غسل کنیم، اما وقتی انسان بول میکنه لازم نی همه بدنشو بشوره، همون موضع رو بشوید بسه، کفایت میکنه. چرا؟ ابو حنیفه نتونست جواب بده. حضرت فرمود علتش اینه که خروج بول اختیاری نیست، اختیاری نیست. بعد امام صادق برای اینکه باز به ابو حنیفه بفهماند قیاس در دین باطل است، فرمودن ابو حنیفه زن قوی تر است یا مرد؟ ابو حنیفه گفت یا ابن رسول الله، مرد قوی تر از زنه. حضرت فرمود اگر این طور است که تو میگی، چرا خدا ارث مرد را دو برابر زن قرار داده؟ باید قضیه به عکس باشه، زن ضعیفتره، ارث زن باید دو برابر مرد باشه. چرا؟ ابو حنیفه نتونست جواب بده. امام صادق فرمود علتش اینه که زن مسئولیت خرج زندگی رو نداره، مسئولیت خرج زندگی به عهده مرده. زن اگر میلیاردر هم باشد، داره که داره مال خودشه، نفقه به عهده زن نیست بلکه به عهده مرده. مرد نمیتونه بگه تو ثروتمندی، من چرا برای تو چادر بخرم؟ نفقه مرد، نفقه زن به عهده مرده. چون نفقه زن به عهده مرده و مرد مسئولیت مخارج زندگی به عهدهش میباشد، از این رو می فرماین که ارث مرد باید دو برابر زن باشه. خلاصه ابو حنیفه اقرار کرد بابا من اصلا فقیه نیستم، من چیزی از فقه نمیدونم، من فقط طبق نظر خودم حکم میکنم. حضرت فرمود اگر اینه به من بگو بدانم اگر مولایی برای غلامش زن گرفت، زن مولا و زن این غلام هر دو در یک روز بچه دار شدن، حالا این زن غلام بچه رو ورداشته آورده خانه مولا و کنار بچه مولا بچهش رو خوابونده، امر مشتبه شده. بالاخره نفهمیدن بچه غلام کیه، بچه مولا کیه. در اینجا باید چه کار کرد؟ ابو حنیفه نتونست جواب بده. حضرت فرمود در اینجا باید قرعه کشی، چون القرعه لکل امر مشتبه. ابو حنیفه گفت من فقط به حدود و دیات آشنایی دارم. حضرت فرمود اگر اینه به من بگو بدانم اگر کسی کور است، زد چشم کسی رو کور کرد، چه باید کرد؟ کسی که خودش دست نداره زد دست کسی رو، چه کار کرد آقا؟ اگر کسی خودش پا نداره زد پای کسی رو، از بین برد. در اینجا باید چه کرد؟ چون قرآن چی میگه؟ العینو بالعین والاذن بالاذن. اگر کسی چشم کسی رو کور کرد، باید چشم خودش رو کور کرد. کسی زده گوش کسی رو از بین برده، باید گوشش رو از بین برد. حالا این آدم خودش کوره، زده چشم کسی رو کور کرده. در اینجا کسی که خودش چشم ندارد زده چشم کسی رو کور کرده، باید چه کرد؟ ابو حنیفه نتونست جواب بده. حضرت فرمود اینجا باید دیه بده. کسی که خودش چشم ندارد زده چشم کسی رو کور کرده، در اینجا این آدم باید دیه بده.
ابو حنیفه گفت من به قصص انبیا آشنایی دارم. حضرت فرمود اگر تو به قصص انبیا آشنایی داری این مسئله منو جواب بده. خدا به حضرت موسی فرمود برو در دربار فرعون تبلیغ رسالت کن، لعله یتذکر و چی آقا؟ یخشا. چرا خدا در اینجا کلمه لعله رو استعمال کرده؟ برو در دربار فرعون تبلیغ رسالت کن، شاید فرعون متذکر بشه، بترسه، متنبه بشه. این شاید رو معمولا کسی به کار میبره که از آینده خبر نداره. مثلا من میگم آقا پاشو برو صندوق علوی تقاضای وام کن، شاید بهت وام بدن. چرا میگم شاید؟ چون نمیدونم بالاخره وام به تو میدن یا نمیدن. اما خدایی که عالم و سر و خفیات است، از همه امور آگاهی داره، چرا به حضرت موسی فرمود برو در دربار فرعون تبلیغ رسالت کن لعله یتذکر؟ برای چی گفت لعله؟ برای اینکه موسی نترسه. چون اگر میگه موسی برو در دربار فرعون، این فرعون ابدا به حرفت گوش نمیکنه، میترسی. برای اینکه موسی نترسد خدا فرمود لعله. خلاصه مطلب حسب دستور خاتم انبیا محمد مصطفی ما باید مراجعه به اطرت کنیم. اطرت باید کنار این قرآن باشه و الا این قرآن به تنهایی هادی نیست. چرا باید اطرت کنار قرآن باشه؟ چون اهل بید عالم به ما کان و ما یکون و به ما هو کائن الی یوم القیامه بودن، همچنین عالم به قرآن بودن. لذا دزدی را آوردن نزد مأمون عباسی. مأمون فقهای اهل سنت رو جمع کرد، گفت به من بگید دست این دزد رو از کجا باید قطع کرد. هر کدام از این علمای اهل سنت استناد به یه آیه از آیات قرآن کردن. یکیشون گفت باید از مچ قطع بشه، یکی گفت باید از آرنج قطع بشه. خلاصه مأمون رو کرد به امام جواد، گفت یا ابن رسول الله تو چه میفرمایی؟ من امروز میخوام دست این دوز رو بر طبق فرموده شما قطع کنم. حضرت فرمود نه از مچه نه از آرنجه، بلکه باید چهار تا انگوش قد بشه. چرا؟ امام جواد استناد کرد با آیه شریفه ان المساجد لله. آقا این هفت عضوی که ما در نماز میگذاریم روی زمین کدامه؟ یکی پیشانیه، دو تا کف دست، دو تا کنده زانو، دو تا انگشت بزرگ پا. رو هم میشه چند تا؟ هفتا. اینا رو میگن مساجد لله، ان المساجد لله. چون این دوتا کف دست مربوطه به خداست و محل سجده است، باید گذاشته بشه روی زمین در حین سجده نماز. پس بنابراین دست دوز باید از کجا قطع بشه؟ چهار تا انگشتشو باید قطع کرد. مأمونم طبق فرموده امام جواد چهار تا انگشت این دوز رو قطع کرد. علمای اهل سنت کینه امام جواد را به دل گرفتن، طراحی کردن نقشه قتل امام جواد سلام الله علیه را. خسته و دل شکسته و زارم، گره افتاده است در کارم، جز به کویت کجا پناه آرم؟ یا جواد لا ادرکنی.
عزت عالمینی خواهی، سفر کاظمین می خواهی، طوف قبر حسین می خواهی، یا جواد الائمه ادرکنی، همسر نامراد کرد تو را، از جفا مسموم کرد تو را، ای که خدا خوانده است تو را جواد، یا جواد الائمه ادرکنی، گوشه حجره ای صدا می زد ام الفضل، جگرم از تشنگی می سوزد، این زن ملعون عوض این که ظرف آبی به لبهایت، شان امام جواد برساند چه کرد؟ کنیزان و غلامان را دستور داد مقابل حجره حضرت جمع بشن، هله هله کنن، سر و صدا به راه بیندازن، که ناله امام جواد به گوش شیعانش نرسد. یکی از کنیزان میگه من دلم به حال آقا سوز، ظرفی پر از آب کردم، ام الفضل تادی ظرف رو گرفت، آب را روی زمین ریخ، در نتیجه امام جواد طالب تشنه جان داد. یه وجه تشابه امام جواد با سید الشهدا، وجه تشابه دیگر چیه؟ سه روز بدن آقا روی زمین. عرضه می داریم ای امام جواد، گرچه بدن شما سه روز روی زمین ماند، ولی در این حال بدن شما رو با عزت و احترام تشییع کردند و دفن کردند، اما لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله، سه روز بدن آقا روی خاکهای گرم کربلا، ملغن ثلاثن بلا غسلن ولا کفنی، به این جنایت هم بسنده نکردن، آمدند و بدن حضرت را زیر سم است و به جرد الخین بعد القتل عمدن سحقونی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. به مستر حقیقی جواد الائمه علیه السلام استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله. اللهم احینا محیا محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد. اللهم عجل فرج محمد وآل محمد واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد. اللهم انصر من نصر محمد وآل محمد. اللهم اخذل من خذل محمد وآل محمد. شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، حسینیه‌ای فراتر از کهکشان.